رحمان الرحیم. سلام عرض میکنم محضر عزیزان و متشکرم از تشریف فرماییشان. جلسه 15 از رشته مباحث دوایی و موانع سلوک دیندارانه در جهان ما مدرن است و به بخش دوم از مباحث مربوط به سکولاریزاسیون علم رسیده ایم. نوبت قبل در باب علم سکولار و سکولار کردن علم علاوه خصوص علوم انسانی سخن گفتم که امیدوارم دوستان و یاران به یاد داشته باشند و حاجت به تکرار نباشد و امروز تتمه اون بحث رو انجام میدهم و امیدوارم که این مبحث به پایان برسد و به عاقبت خیری منتهی شود. نوبت گذشته اجمالاً و به نحو خیلی فشرده گفتم که هر علمی 4 ستون دارد یا قوائم 4 دارد. این قوائم 4 اولی عبارت است از موضوع و دومی عبارت است از غایت و هدف، سومی عبارت است از روش و داور و 4 عبارت است از پیشفرض‌ها. نکته مهم که بر آن تأکید کردم این بود که علم به اذن کسی و به اراده کسی یا به هوس کسی نمی روید، بلکه یک گیاه خودروست. بر این نکته تأکید بسیار کردم و جای تأکید هم دارد تا کسانی هوس نکنند که صبح از خواب برخیزند و علمی بنا کنند. گفتم که پرسش‌های خودرو وقتی که در جامعه‌ای و به حکم نحوه خاصی از زیست و معیشت و درجه بلوغ فکری در ذهن آدمیان می‌روید، این پرسش‌ها رفته رفته در میانشون خیشاوندی‌هایی و مشابهت‌هایی پیدا می‌شود. این پرسش‌های خودروی خیشاوند موضوع یک علم رو می سازند، یعنی آدمیان رو به جانبی از جوانب طبیعت یا هستی من حیث مجموع سوق می دهند. از آسمان ها می پرسند، از طلوع و غروب می پرسند، از ستارگان می پرسند، از روز و شب می پرسند. اینها که با زندگیشون تماس دارد و شبانه روز با اونها روبرو هستند، پرسش های گاه عالمانه، زیرکانه، گاه عوامانه در ذهن ها پدید میاد. این پرسش ها تابع هیچ قاعده و قانونی نیست و به اذن و امر کسی پدید نمیاد، به حجب و حزل کسی هم از بین نمی رود. رفته رفته پرسش ها حول یک محور جمع می شود که اون محور نامش موضوع علم می شود. این محور که موضوع علم نامیده می شود، آنگاه عالمان و پرسشگران برای یافتن پاسخ این پرسش ها دست به کار می شود. دست به کار شدن برای یافتن پاسخ این پرسش ها حاجت به روشی و داوری دارد که اولا به چه روش ما جواب اون سوال ها رو پیدا کنیم، ثانیاً چگونه بدانیم که به بهترین جواب یا صادقترین جواب رسیده ایم. لذا علم می شود مجموعه ای از پرسش های خیشاوند همراه با پاسخ های روشمند. پس علم چنین پدید میاد به طور خودرو با کوشش همگانی و به همین سبب است که می گوییم که هر علمی یک هویت کالکتیو، یعنی هویت جمعی دارد. نه یک نفر علم رو پدید می آورد، نه یک نفر علم رو برپا می دارد، نه یک نفر در باب صحت و سقم مباحث درون علمی داوری می کند. اینها همه به جامعه عالمان بستگی پیدا می کند. جامعه عالمان همون ساینتیفیک کامیونیتی که امروز خیلی محل نظر است، یکی از مهمترین مفاهیمی است که در عالم علم و در فلسفه علم مطرح شده است.
شما ممکن است که در ذهن خودتون یک نظریه صائبی، یک تئوری درستی داشته باشید، اما مادام که مورد تصویب و قبول جامعه عالمان قرار نگیرد، در بدنه علم جا نمیگیرد. یک طبیبی برای خودش، یک ریاضیدانی برای خودش شاید ایده های نیکی هم داشته باشند، اما تا در ذهن شماست علم محسوب نمی شود. همین که بیرون آمد، پابلیک شد و مورد توجه عموم قرار گرفت، عموم عالمان و جامعه عالمان، و مورد رد و قبول اونها قرار گرفت، از اونگاه هست که به رشته علمی می پیوندد و داخل در بدنه علم می شود، اینکورپوریت می شود. از اینجاست که معنی علم به معنای دانستن با علم به معنای یک رشته علمی عوض می شود. نه هرچه که من و شما می دانیم علم است. من و شما ممکن است خیلی چیزها در ذهنمون داشته باشیم، چیزهای درست، اما وقتی که این به بدنه علمی از علمها پیوند نخورده است، هنوز یک نظریه علمی شمرده نمی شود. روش همواره باید پابلیک باشد، باید عمومی و عمومی شدنی باشد. نمیتوان داوری داشت در خانه و گفت که من همه حرف هام رو با او میسنجم و او به من گفته است که سخنان شما درست است. این کافی نیست. یک روشی، حجتی، داوری باید داشت، پابلیک، همگانی شدنی. این همون چیزیست که بهش میگن اینترسابجکتیویتی. اینترسابجکتیویتی که در فارسی به تعبیر خیلی چقر ناتراشیده بین الاذهانی ترجمه شده است که من نمیپسندم، ولی معناش همون پابلیک بودن داوری در علم است، چیزی که میان همه سابجکت ها، یعنی همه عالمان، همه دستانداردکاران علم پخش می شود و همه مالک او می شود، ملک مشاع همه می شود. ببینید، ترازو فی المثل داور است، داور در کاسبی است. همه پیامبران هم که می آمدند، یا بیشترشون چنان که قرآن گزارش می دهد، یکی از توصیه هاشون به مردم خودشون این بود که زنوا بالقسطاس المستقیم، با ترازوی درست کار وزن کنید. ترازو درست کار است برای اینکه همگانی است. من نمیتوانم به شما بگویم من یک ترازوی در منزل دارم که نشان میدهد وزن این کالا 500 گرم است، و وقتی که شما به من بگوید خب این ترازو رو بدید، ما هم باش میگی نه، این ترازو اختصاصیه و فقط هم من به ترازوی خودم تکیه میکنم. این نمیشه توزیع. توزیع آن است که شما ترازوی داشته باشید که دیگران هم مثل او رو داشته باشند، و این ترازوها با یکدیگر چه کار بکنن؟ چکن بلنس بکنن، به اصطلاح اینا کسر و انکسار بکنن. همین که مولانا میگه و چقدر هم خوب میگه، هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. خیلی حرف عالمانه است این. میگه ترازو با ترازوهای دیگه راست میشه و ترازو عیبش با ترازوهای دیگه شناخته میشه. هم ترازو را ترازو راست کرد، هم ترازو را ترازو کاست کرد. و این معناش اینه که عقلها رو باید رو هم ریخت، و از اینجاست که مفهوم عقل جمعی پدید میاد. من اگر بگم یه چیزی به عقل من درست در اومده، خب این کافی نیست، به عقل جمعی باید درست در بیاد. و عقل جمعی یعنی وقتی که من این سخنم رو با همگان در میان بگذارم و به همگان امکان رد و قبول بدهم. و همین است که میگن علم اولا یک هویت جمعی داره، ثانیا قائم است به دو چیز، کمپتیشن، کوپریشن. از یک طرف همکاری عالمان است، از یک طرف رقابت عالمان است. شما با هم همکاری میکنید، هم در کشف هم در داوری، و رقابت هم میکنید، یعنی گاهی سخنانتون با سخنان کسی دیگری منافات داره، معارضه داره، و در اثر همین کامپیتیشن و کوپریشن هست که دانش جلو میره. ولی من هرچی بنشینم و به خیال خودم دقت ببرزم و حرفای خیلی خوب بر سر هم بکنم،
مادامی که در ذهن من است علم محسوب نمی شود، یک ملک شخصی است، مثل غم من، قصه من، شادی من، این یه امر شخصی است. از وقتی که این رو با دیگران در میان بگذارم، از اونجاست که تازه سر و کله علم پدیدار می شود و بعد باید یعنی اون مسیری رو که هر علمی می پیماید که یک مسیر تاریخی پیچاپیچیست طی کند تا نهایتاً به کرسی قبول بنشیند. و البته هیچ تئوری به کرسی قبول نهایی هم نمی نشیند و همواره بر لبه پرتگاه قرار دارد. خب این در باب علم بسیار میتوان گفت و بسیار گفتند و تمام این دوره هایی که در فلسفه علم بحث میکنند و درس میدهند حول هوش همین مباحث است که خب من مطمئنم دوستان فاضل ما آگاهی دارند و اگرم نداشته باشند به کتاب ها و متون مربوطه مراجعه میکنم. من از وجهه نظر خاصی فقط این مباحث رو دنبال میکنم، ولی البته داوری های خودم رو بر این یافته هایی که فیلسوفان علم آورده اند می نهم و سعی می کنم که به نحوه خلاصه به نتیجه نزدیک بشیم. گفتم که 4 ستون دارد علم. نوبت گذشته در 3 ستونش بحث کردم، یعنی در باب موضوع که از پرسش های خیشاوند پدید میاد و در باب پاسخ ها که از پاسخ های روشمند پدید میاد و مفهوم روش رو هم اکنون قدری توضیح دادم. اما یکی از اون ستون ها که عبارت باشه از پیش فرض ها presuppositions نوبت گذشته چیزی نگفتم و امشب به اون میپردازم همراه با پاره ای از مصادیق که بحث ما رو روشن کنه. ملاحظه کنید هیچ علمی بدون پیش فرض پیش نمی رود، یعنی هیچ عالمی در هیچ رشته علمی از صفر شروع نمی کند. یک رشته مقدمات رو مفروض می گیرد، این مقدمات رو به اونها اصول موضوعه می گویند، به اونها آکسیوم می گویند، پستولا می گویند، مصادرات می گویند به اصطلاح گذشتگان ما، یا اصول بدیهیه می گویند، هر چه که می خواد نامش رو بگذارید، با تفاوتهایی که بین اینا هست. همه اینها معناش این است که ما از هیچ شروع نمی کنیم. مخصوصا من این رو عرض می کنم چون دیدم که بعضیا یا از این سوی بام افتادن یا از اون سوی بام. از 30 سال پیش که خود بنده حقیر بحث پیش فرض ها رو در علوم و خصوصا در تفسیر مطرح کردم که ابتدا منکران بسیار داشت، امروز من میبینم همین منکران از اون ور بام افتادن، یعنی فکر میکنن علم یه فقط پیشفرضهای علومه، به جهات دیگش و ستونهای دیگش توجهی ندارن. از اون ورم ما یه عده پوزیتیویست ها و پوزیتیویست مشربانی داریم که علم رو از اون سر گرفتن، یعنی فکر میکنن اگر ما بگوییم که تجربه داور علم است و علوم تجربی مبتنی و متکی بر تجربه هم دیگه کار تمام است و دهان همگان بسته می شود و در همه جا با رجوع به تجربه، با observation همراه با ریاضیات می توانیم جواب مسائل رو بدیم. خب اینا توجه ندارن که حتی در علوم تجربی شما تعداد زیادی از پیشفرض ها دارید که ذهن عالم تجربی متوجه اونها نیست. اتفاقا این کار فیلسوفان علم بود که رفته رفته این پیشفرضهای مخفی رو بیرون کشیدند و پیش روی عالمان علوم تجربی نهادند و گفتند که شما این پیشفرضها رو مفروض گرفته اید و با اونها وارد عرصه علم شدید. اینا تعدادشون هم خیلی زیاده، یعنی فکر نکنید یکی دو تاست و نادرند، ابدا اینطوری نیست. ملاحظه کنید خود همین که ما تجربه رو قبول داریم و تجربه رو داور میشناسیم، این یکی از اون پیشفرض‌هایی است که عالم تجربی درباره اون بحث نمیکنه، اون رو مفروض میگیره، یعنی بنا رو بر این میگذارد که تجربه داور است و حرف نهایی با اوست و هرچی از تجربه بیرون میاد مقبول است و اگر با تجربه مخالف افتاد مطرود است و بسی چیزهای دیگه. خب
خود این اصل که یک اصل غیر تجربی است و مفروض همه عالمان تجربی است، خب بدیهی است که تا فرض نشود اصلا کاروان علم تجربی به راه نمی افتد. مثلا شما آغاز به تجربه نمی کنید. همین که ما به حس خودمون می توانیم اعتماد کنیم، همین که ما به عقلمون می توانیم اعتماد کنیم، اینا همه جز مفروضات یک عالمه. اگر عقل ما، اگر حس ما قابل اعتماد نباشد، هیچ یک از این علوم تجربی بنیادی پیدا نخواهد کرد و همه نقش روی آب خواهد بود. غیر از اینه ما حتی نمیتونیم اثبات کنیم که عقل قابل اعتماده. برای اینکه با هم عقل باید اثبات کنیم که عقل قابل اعتماده، یعنی برهانمون سرکولار میشه، دوری میشه، مصادره به مطلوب میشه. لذا باید مفروض بگیریم، باید مفروض بگیریم. اما خیلی بیش از این هاست، خیلی بیش از این هاست. یعنی شما وقتی که پیش میرید در علوم تجربی، فی المثل وقتی که تجربه های مختلفی رو انجام میدید، خب شما بر مبنای اینها استقرا میکنید. یعنی میگید که چون 10 بار، 50 بار، 500 بار، 500,000 بار دیده شده است این چنینه، پس چه این چنین است. خب همه شما میدونید دیگه، به لحاظ هم فیلسوفان علم جدید میگن، هم فیلسوفان گذشته، که استقرا مبنای علم نیست، به قول خودشون مفید یقین نیست. یعنی وقتی که ما چیزی رو بر استقرا بنا کنیم، این همیشه لرزان و افتان است، اثبات نمیشود. به قول اون فیلسوف، اگر میلیون ها بار خورشید سر زده باشد، هیچ دلیلی ندارد که فردا هم دوباره خورشید سر بزند. برتران راسل یک مثال خیلی خوبی داره، میگه که کسی مرغی داشت و هر روز براش دانه میبرد و این مرغ بیچاره فکر کرده بود هر وقت سر و کله این آقا پیدا میشه، دانه ای هم در مشت داره که به او بده. تاش رسید روز کریسمس که ایشون به جای دانه کارت در دست داشت و مرغی که استقرا کرده بود که همیشه از دست او دانه خواهد گرفت، این بار سر او به دست او بریده شد. و به قول مولانا، این نمیدانست عقل پای سست که سبو ناید ز جوهر دم درست. شما 10 بار این سبو رو در آب زدی و پر آب کردی و وردی بیرون، دفعه بعد ممکنه به سنگ بخوره و این سبوی شما بشکنه. لذا این عقل پای سست، که دقیقاً اسمش عقل پای سسته، باید این رو بداند که یه روزی ممکنه این سبو بشکنه. ذهنای ما و شما که خیلی با این علم و علمیات مشغول است و بلکه مرعوب است و مسحور است، دیر و سخت میتواند بپذیرد که این سبو شاید بشکند و فکر میکنه همیشه پر آب از جو بیرون میاد. ولی خب حقیقتش اینه و این حقیقت رو شما با مراجعه به تاریخ علم بهتر میتوانید به دست بیارید که این چنین بوده است. مثال ها هم بسیار فراوانه. خب استقرا یکی از پیشفرض هایی است که بسیاری از دانشمندان داشتن، مخصوصا پوزیتیویست ها و تجربه گرایان، دانشمندان خود ما، یعنی فیلسوفان خود ما، خود مسلمان ها. من تعجب می کنم وقتی که مثلا در نوشته های مرحوم آقای مطهری و دیگران می خواندم که طعنه بر پوزیتیویست ها و علم گرایان می زد. حقیقتش این استش که منطقی که فیلسوفان مسلمان نوشتند، مثل ملا صدرا، مثل خصوصا خواجه نصیر طوسی و دیگران، اینا بسیار پوزیتیویستی است. یعنی اینا تجربه رو کاملا قبول دارن و معتقدن که از طریق تجربه و ابزرویشن میشه به یقین رسید، میشه به قانونهای کلی ابدی جاودانی رسید و مجربات رو یکی از مبادی و مقدمات برهان میشمارن. و خب میدونید مقدمات برهان باید کلی و ضروری و همه جایی و همگانی باشن و این رو میگفتن از تجربه هم قابل تحصیل است. ولی خوشبختانه فلسفه علم مدرن این مقدار رو برای ما روشن کرد. اما باز قصه بالاتر از این است. خب این استقرا هم هر استقرایی نیست. ویتگنشتاین یک سخن بسیار نیکوی داره، میگه ما همیشه ساده ترین استقرا رو قانون علمی میکنیم، یعنی ما دخالت میکنیم توی قانون. یعنی شما وقتی که توی محور مختصات چند تا نقطه پیدا کردید، این چند تا نقطه رو 100 جور با 100 منحنی میتونید به هم وصل بکنید و همه اونها میشه گفت که ارزش مساوی دارن، ولی ما در علم ساده ترین اونها رو میگیریم. بنابراین
پرینسیپل آف سیمپلیسیتی یکی از اصولی است که دانشمندان فرض میکنند. هیچ جا ننوشته است که طبیعت لزوماً از ساده ترین راه میرود، ولی این اتفاقا یکی از پیشفرضای همه علوم است. اینو از قدیم میگفتن. ابن خلدون تو نوشته هاش این هست، من در آوردم، اما در فیلسوفان جدید که مفصل این رو میگن که طبیعت از ساده ترین راه میرود. یعنی شما برای یه پدیده، اگر یعنی چندین پدیده که در کنار هم کشف میکنید، چندین ابزرویشن، اگر منحنی های خیلی پیچیده ای بتونید پیدا بکنید، سعی کنید ساده ترین این منحنی ها رو به کار بگیرید و اون رو قانون علمی بدانید. این پرینسیپل آف سیمپلیسیتی همیشه راهنمای دانشمندان بوده، مفروض است، بر پس پشت ذهن ها هست و کسی اینها رو مورد سوال قرار نمیده و بسی بیش از اینها. حالا ملاحظه بکنید پیشفرض‌ها همیشه حضور دارن و حضور همگانی دارن. این پیشفرض‌ها همه هم لزوماً از این جنسی که من گفتم نیستن. گاهی بعضی از ایده های فلسفی یا ایده های علمی چنان جا افتادن که عالم جرأت نمی کنه خلاف اونها فکر بکنه. آگاه هم هست. خیلی سخته که امروز مثلا یک کسی با تئوری اتمی مخالفت بکنه. خیلی سخته که با جاذبه مخالفت کنه. شما به اوائل قرن بیستم برید، وقتی که هنوز تئوری اتمی جا نیفتاده بود، اون موقع نوشته ها رو میتونید ببینید. من خودم اون موقع روی تئوری های ترمودینامیکی یکی از عالمان آلمانی کار میکردم. این وقتی که راجع به تئوری اتمی مینوشت، با تردید مینوشت، میگفت اگر ثابت شود که چنین است و چنان. کتاب مال 1906ه. 1906 هنوز تئوری اتمی جا نیفتاده بود. 1913 بود که اون فیزیکدان مشهور فرانسوی به نام پرن، ژان پرن، اون کتاب مشهورش رو به نام لزاتوم چاپ کرد. اونم تازه بر مبنای بعضی از آزمایش‌های آینشتاین، مثل حرکت‌های براونی محلول‌ها و اینا. از اونجا به بعد بود تقریبا که تئوری اتمی جا افتاد و مورد قبول قرار گرفت. قبل از او خب این آقای ارنست ماخ که یه مکانیکدان فیزیکدان درجه اول آلمانی اتریشی بود، میگفتن هر کی به اون میگفت اتم، میگفت شما دیدی خودت؟ یعنی اصلا اینا فقط به چشم، به حس مستقیم خیلی توجه داشت. شما تا حالا هیچ اتم دیدین؟ واقعش تا امروز کسی اتم رو ندیده. حالا بعضی مولکول های خیلی بزرگ رو میگن دیدن، ولی اتم های خیلی کوچک مثل اتم مثلا هیدروژن، اتم سدیم، اینا دیده نشده. تازه دیده هم بشه زیر میکروسکوپ، شما میدونید که این دیده شدن غیر از دیده شدن با این چشم ساده است. میکروسکوپ خودش، میکروسکوپ های الکترونیک، در واقع امبادیمنت و تجسم ده ها تئوری علمی هست. یعنی شما ده ها تئوری علمی رو باید قبول کنید تا به داوری میکروسکوپ گردن بگذارید. یعنی بگید این داره راست میگه به من. اینجوری نیست که اگر شما از پشت میکروسکوپ یه چیزی رو دیدید به همون راحتی بگید پس معلوم شد دیگه، دیده شد. اصلا و ابدا به این سادگی ها نیست. خب یعنی شما با میکروسکوپ الکترونیک وقتی یه چیزی رو میبینید، در واقع شما به الکترون باور دارید، در واقع شما به تابش یک ستون الکترونیک مثل ستون نور به اون جسم باور دارید. همه اینا خودش تئوریکه، همه اینا در واقع از جای دیگه اومده. و اگر شما سر اینا چون و چرا داشته باشید، اینی که مثلا فکر کنید که یه اتمی رو زیر میکروسکوپ دیدید، حالا هر میکروسکوپی میره زیر سوال و امثال اینا. تمام این وسایل علمی که ما به کار میبریم، این وسایل علمی هر کدومشون مبتنی بر مجموعی از تئوری ها هستن. یعنی اون تئوری ها به این وسایل علمی معنا میدن، میگن اینی که اینجا میبینی، اینی که اینجا محاسبه میکنی، اینا به دلیل این استش که فلان تئوری میگوید که چنین میشود، مکانیزم این دستگاه اینطوری، سازوکارش. لذا فکر نکنید این ابزارهای علمی که ما به کار میبریم اینا خونسان نسبت به تئوری ها. اینا بحثایی است که فراوان صورت گرفته. میخوام یه عرض کنم که وقتی میگیم پیشفرض، این پیشفرض ها فقط پیشفرض های فلسفی نیست، حتی مفاهیم بسیار جا افتاده علمی میتواند حالت پیشفرض پیدا بکنه. یعنی کسی جرأت نکنه خلاف اونا سخن بگه و در هر
مطالعه علمی اونا رو مفروض بگیره، به صورت یک مفروضات قطعی و دست نخوردنی، و ابزرویشن های بعدی خودش رو بر اونها بنا بنه. خب این مطلب رو ما در علوم انسانی هم گفتیم، نه تنها در علوم انسانی، در علوم تفسیری، در علوم دینی هم گفتیم. از اینجا بود که البته سر صداها بلند شد، گفتیم که آقا شما برای فهمیدن قرآن، برای فهمیدن دین مقدار زیادی پیش فرض دارید، هم دارید و هم لازم دارید. این همون بحث قبض و بسط بود که اگر این پیش فرض ها عوض بشن، فهم شما از دین عوض میشه، فهمتون از کتاب و سنت عوض میشه. یادمه که یکی از علمای قوم که الان مرحوم شده اومد گفت اینا هیچ ربطی به دین نداره و فقیه یا فیلسوف یا مفسر با علوم جدید با این مسائل فهمش از دین یه میلیمتر هم تفاوت نخواهد کرد. خب اینطوری نیست واقعا، میلیمتر چیه، سانتی متر، متر، کیلومترها فرق خواهد کرد. منتها چون توجه نداشتن به وجود این پیش فرض‌ها، گفتم یه جایی نوشتم، گفتم شما میگید که پیغمبر رئیس العقلا بوده، برترین و عاقلان بوده، لذا هر چی که گفته عاقلانه است. این یکی از پیش فرض‌های شماست. اگر کسی فرض دیگری بکند، وقت کلمات پیغمبر رو جوری دیگری خواهد فهمید. و قص الهازا، خب بحث طولانی بود، این کلنجارها به پایان رسید یا ظاهراً به پایان رسید. حالا چنان که گفتم یه عده از اون ور بام افتادن، میگن ما میخواییم علوم انسانی دینی بسازیم و علوم انسانی رو پیشفرزاش از قرآن اتخاذ میکنیم دیگه. حالا فکر میکنن تمام علم به پیشفرزاشه. یه وقتی قفلت از این بود که علوم پیشفرز میخوان و معتقد بودن که مخصوصا علوم دینی اینا بدون هیچ پیشفرزی شما میرید و از منابع استنباط میکنید. حالا فکر میکنن تمام این علوم انسانی، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، علم سیاست، علم مدیریت و هرچه از اینقدر، همه اینا قابل استخراج و استنباط از متون دینی و مخصوصا قرآن. مبانی اونها یا همون پیشفرزهاشون رو باید از کتاب و سنت استنباط کرد. خب اینم یک خطای دیگریست در اون جهت دیگر، یعنی تو اکستریمز، در اینجا هم افراط است و هم تفرید. علم نه فقط پیشفرزهاشه، ولی البته بدون پیشفرز هم وجود نداره. و علوم انسانی تجربی گرچه که پیشفرزهایی دارن، اما این پیشفرزها همه کار اونها رو نمیسازه. و اینجا ما به تجربه هم حاجت داریم. خب چهار تا ستون این دانش ها رو براتون گفتم. حالا اجازه بدید نکته بعدی رو بر اینها بیفزایم. ملاحظه کنید من اینجا چند بار کلمه داور رو به کار بردم، میخوام این داور رو قدری بشکافم. علم دینی میشود، حالا با همه یا همون شرایطی که گفتم، یعنی با پرسش های خویشاوند و پاسخ های روشمند و با پیشفرض. علم دینی می شود وقتی که داور او دین باشه، و علم دینی نمی شود یا نیست وقتی که داور او دینی نباشد. این خلاصه مدعای من است. حالا این داور یعنی چی؟ داور یعنی اون چیزی یا اون کسی که حرف آخر رو او می زنه، فیصله بخش است و سخن او سخن نهایی است و شما به او تکیه میکنید. ببینید، بذارید مثال بزنم براتون. در علم فقه فی المثل داور نهایی کیه؟ داور نهایی پیشوای دین است. یعنی فقیهان تو سر کله هم میزنن، بحث میکنن، ولی نهایتاً میگوین که فی المثل فلان روایت از امام جعفر صادق رسیده است و در اونجا ایشون به صراحت گفته است که فلان کار حلال است یا حرام است یا فلان چیز پاک است یا نجس است، تموم میشه. یعنی داوری شما در اونجا نهاییت و خاتمه پیدا میکنه و دیگه جامعه عالمان اون نکته رو به منزله یک نظریه جا افتاده و مقبول میپذیرن. در علوم تجربی داور تجربه است. یعنی وقتی که تئوری های مختلف به میدان میان توسط دانشمندان مختلف
و با یکدیگر سر و کله میزنن. نهایتاً ما داورمون تجربه است و ابزرویشنه، نه اینکه تجربه یه حرف مستقیم و صریح یا بی اختلاف بزنه. نه، در نتیجه گیری از تجربه در تفسیرش میتواند اختلافات بسیار رخ بده، ولی ما چیزی هم غیر از او نداریم. حرف آخر رو او باید بزنه. امروز ممکنه من تفسیرم از تجربه چیزی باشه، فردا عوض باشه، ولی همه حول و حوش اینیم. تجربه هم که در اینجا میگم، تجربه به معنای پیچیده کلمه، نه یک ابزرویشن ساده خام مستقیم با حس. تجربه‌ای که میتواند پلند باشه به اصطلاح، تجربه‌ای که با ریاضیات همراهه، تجربه‌ای که مکرر میشود و تکرار میشود، و تجربه‌ای که در جاهای مختلف صورت میگیره برای اینکه خطاهای محتملش گرفته بشه و چیزهای دیگه. این تجربه پیچیده با و ریاضی شده داور است، ولو اینکه دیر جواب ما رو بده. ما در فلسفه هم یک داور داریم به نام برهان، که رأی فلسفی وقتی برهانی می شود با تعریفی که در برهان هست، که هر برهانی از یک قیاسی که مرکب از دو مقدمه است، که این مقدمات باید چی باشن؟ مقدمات ضروری، کلی و ابدی باشن. این دائمی، یعنی اینام برهان رو تشکیل میده. خب اینا داورهای ما در علومن، حجیت با اینهاست و حرف نهایی و فیصله بخش رو اینها میزنن. حالا ببینید، این رو من میخوام بگم، حرف نهایی رو در علم پیشفرزا نمیزنن، پیشفرزا کار خودشونو میکنن، اما داور نهایی رو در علم تجربی تجربه دارد. در فلسفه هم همینطور، فیلسوفان حرف خودشونو میزنن و از هر جا که میتوانند اقتباس میکنن، حتی از عرفان هم اقتباس میکنن. ملا صدرا خودش به صراحت میگه من از ابن عربی و عرفا استفاده بسیار کردم، اما اون چرا که میتوانم برهانی کنم در کتاب خودم آوردم. اونا فرماشاتی فرمودن، ای بسا هم درست باشه، ولی چون من نمیتونم اونها رو به میزان برهان بسنجم، وارد این تکست فلسفی نمی کنم. چون در اونجا، در فلسفه، همگان حق دارن که گریبان منو بگیرن و از من طلب برهان کنن، نه اینکه من بگم یک کسی در کاشفات خودش چنین دیده و چنان دیده. پس در فلسفه هم داور ما برهان است. خب حالا من میخوام از شما سوال کنم، یعنی ببینیم که چه کار میتونیم بکنیم. اگر ما علم تجربی داشتیم و داور ما تجربه بود، بازم ما میتونیم بگیم علم انسانی دینی تجربی. بالاخره یکی از این دوتا رو ما باید انتخاب بکنیم، یا داور شما و در باب صحت و سقم آرایی که در اون علم دارید دینه، یا داورتون تجربه است، یکی از این دوتا. اگر داوری رو به دست تجربه دادید، دیگه علم شما تجربی شده است، این دیگه نمیتواند صفت و سمت دینی پیدا کنه. به همین دلیل علم تجربی دینی اصلا بی‌معناست. مگر اینکه شما بگید علم دینی، خب باشه، علم دینی داورش دین است، اما علم تجربی دینی یک سخن متنافل اجزا است، ناسنجیده است. یعنی از کسی صادر می شود که مفهوم اتوریته در علم رو نفهمیده است. حجیت در علم تجربی با علم است، با تجربه است. حجیت در فلسفه برهانی با برهان است. به همین دلیل ما فلسفه اسلامی نمیتونیم داشته باشیم. این رو یه وقتی من اینجا صحبت کردم، فلسفه دینی نمیتونیم داشته باشیم. میتونیم فلسفه مسلمانان داشته باشیم، اما اگر مقوم فلسفه، مقومش، یعنی اون چیزی که فلسفه بر او قائم می شود و بنا می شود، اگر مقوم فلسفه برهان باشد، چیزی که برهانی بود فلسفی است و مقبول، و اگه نبود نیست. دیگه نمیشه گفت که این رو من چون از فلان جا آوردم شما قبول کنید. نه، به قول ملا صدرا، از هر جا شما آوردی، اگر برهان پذیرفت، خب پذیرفته، اگرم نه که نه.
گفت من از عرفان و علم و فقه و چی پسندم اون چرا برهان پسندد. خلاصه هر چرا که شما برهان میپسنده اون رو باید قبول بکنید. پس علم تجربی دینی ما نداریم. کسانی که میخوان علم دینی بنا کنن که سکولار نباشه باید داور خودشون رو انتخاب کنن. این داور اگر برهان بود و اگر تجربه بود این علم سکولار میشه، ناگزیر، یعنی غیر دینی میشود. غیر دینی هم یعنی ضد دینی. معناش این استش که داور در صحت و سقم اون مطالب دین نیست. این همون خلط خیلی مهمی است که اینجاها رخ داده است و کسانی بدون توجه به این فکر میکنن چند تا چیزو با هم میتونن جمع کنن. نه، نمیشه. شما میتونید از کتاب و سنت یه حرفایی رو استخراج بکنید در باب اقتصاد، در باب روان آدمی، در باب جامعه، در باب تاریخ، کمان که میشه استفاده کرد و استخراج کرد. اما بحث در این نیست که شما میتونید استخراج کنید. بحث در این است که ملاک درست بودن و نادرست بودن اون حرفا چیه. اگر ملاک و قائمه و میزان صحت و سقمشون خود اون متون دینی باشن، یعنی بگید این درسته چون قرآن گفته، این علم تجربی نمیشه. البته فقط برای کسانی که به اون دین معتقدند یقین آور است. اما اگر بگید که نه، این چیزها رو که من استخراج میکنم بعدن به محک تجربه میزنم، بنابراین داور شما نهایتاً میشود اون چه که به شما تجربه میگوید و این تجربه ممکنه یه چیزی رو هم رد بکنه. ببینید اون چه که در رنسانس اتفاق افتاد این نبود که خب در رنسانس کانفلیکت ساینس اند ریلیجن خب خیلی برجسته بود و دین و علم با هم وارد یک نزاع خیلی جدی شدن، مدت‌های مدید کشتی می‌گرفتن و البته پیروز اون صحنه هم علم بود، بدیهی است. اتفاقات خیلی میمون و نامیمونی افتاد. خب حرفایی که مال علم بود به ظاهر در کتاب مقدس بود، راجع به آفرینش زمین، راجع به پدید آمدن دریاها و درختان و بسی چیزهای دیگه. اون چه که بعدن رخ داد، یعنی رخ داد مهمی که بود، این نبود که یک اکتشافات تازهی در علم صورت گرفت. گرفت، ولی مهم این بود که یک داور تازهی پا به صحنه نهاد. این خیلی مهم بود. یعنی گفتن ما حتی همین حرفای کتاب مقدس رو هم با داوری علم میپذیریم، نه با داوری خود کتاب مقدس. یک داور تازه‌ای پا به صحنه نهاده، اون تجربه بود. گفتن که خب مثلا زمین شناسی نشان میده که عمر زمین خیلی طولانی تر از اونیست که کتاب مقدس میگه. کتاب مقدس میگه عمر زمین تقریبا 6000 سال. خب اینا میگفتن خیلی طولانی تره. هرچی هم ما جلوتر اومدیم، خب ابتدا اون اکتشافات جورج لایل بود در انگلستان و بعد که دیگه تئوری تکامل داروین اومد، داروین میگه من حداقل 300 میلیون سال لازم دارم برای اینکه این تئوری تکامل من جا بیفته و محصول داشته باشه. حتی بعدها که طبیعت با او خیلی سخاوتمندانه رفتار کرد، عمر زمین الان 5 میلیارد سال رسیده و این رو یکی از پیشبینی‌های تکامل داروینی می‌دونن. ببینید اون چه که متولد شد در رنسانس و دوران انلایتنمنت و روشنگری، پدید آمدن یک داور تازه بود که میگفت من نه تنها در علم بلکه در مورد کتاب مقدس هم داوری میکنم و میگم آیا این راست گفته یا راست نگفته، این مطالبی که اونجا نوشته حقیقت داره یا حقیقت نداره. اقبال لاهوری در میان مسلمان ها این نکته رو خیلی خوب فهمیده بود. در هم کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام اونجا میگه که در جهان جدید دو داور تازه پا به عرصه نهادن، یکی علم، یکی تاریخ. همین تاریخ هم یک داور دیگر شد. بسیاری از مطالبی که در کتاب مقدس بود مورد داوری تاریخی مستقل از کتاب مقدس قرار گرفت. اینکه اونجا نوشته شده است که فلان قوم مثلا به سرشون عذاب آمد یا دریا شکافته شد یا عیسی بر صلیب رفت یا مرده زنده کرد یا همه اینا، خب این رو ما بر چه مبنای قبول بکنیم؟
و آمدند و روش‌های تاریخی رو در اینجا پیش گرفتند که خیلی هم گسترده بود و گسترده هست. این همه زمین شکافی و زمین کاوی که الان در اطراف اسرائیل و فلسطین و اونجاها میکنن بر مبنای اون نشونه هایی که کتاب مقدس داده تا ببینن آیا چنان قوم ها، چنان شهرها و ده هایی که از اونها یاد شده بقایایی ازشون باقی مونده نمونده و این لایه های زمین چه چیزهایی رو نشون میده. خب این یک حرکت خیلی مهمی بود در عالم علم که کتاب مقدس رو هم به داوری تاریخی نهاد، یعنی ترازوی تاریخ رو در میان آورد و گفت ببینیم این اتفاقات افتاده یا نیفتاده. خب ببینید اتوریته رو، خلاصه حرف من این است، در هر علمی ببینید اتوریته رو شما به کی میدید، حرف آخر رو کی میخواد بزنه به شما. اگر حرف آخر رو دیانت به شما میزنه، پیامبر به شما میزنه، متن مقدس به شما میگه، اون علم دینیه. ما آیا علم طب دینی داریم؟ یعنی داریم که بگیم که فلان چیز صرف نظر از تجربه اگر پیامبر گفته باشه مقبوله؟ هیچ کس امروز این رو نمیگه، میگن حتی اگر از پیامبر هم رسیده چون در تجربه جواب میده و الا محال است کسی بگه این حرف رو پیامبر گفتن، ولی یه دارویی که مضر اتفاقا مرض رو بدتر میکنه، این رو کسی زیر بارش نمیره. یعنی علم تجربی ذاتن دینی نمیشود، برای اینکه داورش ذاتن غیر دینی سن تجربه است. فلسفه ذاتن دینی نمیشود، برای اینکه داور و اتوریتش برهانه و برهان غیر دینی است. و پس چه علمی دینیه؟ علمی که داورش خود دین باشه. من یه وقتی گفتم که آقایون در ایران میخوان علم انسانی نقلی بسازند، بعد کسانی به من ایراد گرفتن که فلانی به ما تهمت میزنه، ما میخوایم علم انسانی عقلی بسازیم، چرا نقلی؟ توجه ندارن وقتی که شما داوری رو به دست نقل دادید، یعنی اون چی که در متون مقدس نقل شده، خب این علم انسانی نقلیه دیگه، این که فرقی نداره دیگه. اگر شما داوری رو به ماوراء او دادید اون وقت قصه البته عوض میشه. بازم تکرار میکنم، ببینید علم به موضوعش علمه. علم طب یعنی علمی که برای بهبود بخشیدن بیماری هاست. یا اگر از ارسطوییان بپرسید، چون اونها علم رو نه به غایت بلکه به موضوع تعریف میکردن، میگفتن علم طب علمیست درباره بدن از اون حیث که مشمول صحت و بیماری قرار میگیرد. خیلی خوب، چون راجع به بدن خیلی جورا میشه حرف زد، یه فیزیکدان هم راجع به بدن حرف میزنه، یه مس برای یه فیزیکدان و یه مکانیکدان این بدن یه تودست، یه جرمه 70 کیلویه، از بالای کوه اگر مثلا من بیفتم برای یک مکانیکدان و فیزیکدان هیچ فرق نمیکنه، با اینکه یه گوساله بیفته، یه گوسفند، یه خرسی بیفته، یه تودست، یه جرمیه که از اون بالا افتاده 70 کیلو 700 کیلو. اما برای یه طبیب خیلی فرق میکنه، برای اینکه او فقط به جرم این شی کار نداره، او کارش به اینه که به بدن نه از اون حس که یک جرم فیزیکی است که تحت جاذبه قرار میگیره، بلکه از اون حس که مشمول صحت و بیماری قرار میگیره نظر میکنه. لذا خود موضوع هم حیثیات مختلف داره. حالا علم طب اگه تعریفش این باشه دیگه همینه دیگه، ما دیگه علم طب دینی و غیر دینی نداریم، موضوع همینه. شما ممکنه از درون یه دین یک نکاتی رو در بیارید که مفید برای بدن باشه یا نباشه، اما نه اینکه یه علم تازه شما بنا کردید. شما در درون همون علم ممکنه یکی دو نکته کم کرده باشید یا اضافه کرده باشید. این خلاصه سخن منه. اجازه بدید من چند تا مثال بزنم. ببینید من خلاصه حرفم این بود، بذارید صحبت تمام بشه، این غلط داوری من در اینجا کاملا روشن بشه. علوم حتی اگر در دامن ادیان پرورده شده باشند که در طول تاریخ چنین بودن، اما سکولار شدن، یعنی از زیر سایه دین بیرون آمدند، اونهایی که بودن، اونهایی که نبودن هیچ، برای اینکه ذاتاً
داور دیگری غیر از دین داشتن، صحت و سقمشون منوط به این نبود که پیشوای یک دینی اونها رو پذیرفته باشد یا نپذیرفته باشد، و به همین سبب اینها سکولار بودن در ذاتشون بود و این سکولاریزاسیون عاقبتی و سرنوشتی بود که بعد پیدا میکردن و پیدا کردن. دوباره برگشتن به دی سکولاریزیشن، یعنی اینها رو دینی کردن، به نظر من یک فهم غلط از ماجراییست که در تاریخ علم رخ داده، به علاوه یک فهم غلط از سرشت علم است. برای اینکه سرشت علم این است که شما بنگرید که داور در علم چیست. اگر داور تجربه شد دیگه نمیتونه داور دین باشه، اگر داور برهان شد دیگه نمیتونه دین باشه، و بنابراین به قول حافظ گفت شرط عاقل نیست با یک دل دو دل برداشتن، حالا ما میگیم با یک دل دو داور داشتن، یا ز جانان یا ز جان باید که دل برداشتن. دیگه شما نمیتونید بگید که من هم به این مراجعه میکنم هم به اون مراجعه میکنم ببینم این چی میگه اون چی میگه، دیگه اینا درست نیست. شما باید روشتون رو کاملا معین کنید و بر همون نهج هم سیر کنید. خب دو سه تا مثال براتون بزنم تا این قصه ها روشن بشه. اول ببینید در همین آمریکا، خب تا 1920 یک نزاعی بود بر سر اینکه آیا تئوری تکامل رو در مدارس به بچه‌ها باید یاد بدن یا ندن، و آیا اگر تئوری تکامل رو به بچه‌ها یاد میدن تئوری خلقت رو هم creation theory رو به اصطلاح به بچه‌ها باید یاد بدن یا نباید یاد بدن. تا امروز هم این نزاع هست، گرچه که محاکمه هم شد و دادگاهی برپا شد و اون کسانی که طرفدار تئوری کریشن بودن باختند در دادگاه، با همین احوال حرفش هست و اعتراض برقرار است، برپاس. میگن که شما به چه دلیل تئوری تکامل رو که هنوز اثبات نشده اینطور قطعی گرفتید و خورد همه بچه ها میدید تو مدارس، تو کتاب ها، تو دانشگاه ها، اما نمیذارید ما حرفی بزنیم از تئوری خلقت و بگوییم که به حال به موازات تئوری تکامل یه تئوری دیگر هم وجود داره. خب علم هم دیکتاتوریای خودش رو داره دیگه، به هر حال میگه که خب نمیشه دیگه، همینه. الان در خود دانشگاه هم همینطوره، بالاخره هر تئوری تدریس نمیشه. خود این تئوری نسبیت آینشتاین شما میدونید اقلا دو تا رقیب داشت، یکیش مال وایت هد بود و یک کس دیگری که الان نامش یادم نیست که اونا هم کم اعتبار نبود، ولی بالاخره حالا تئوری آینشتاین فلقد سلطنت میکنه و بی‌رقیب مانده است. در نظریات دیگر هم همینطوره. حالا ببینید در بحث ایژوکیشن یک مطلبه که ما چه چیز رو، چه مینیمومی از دانشها رو باید یاد بچه های دبیرستانی و دبستانی بدیم که خودشون هنوز به مقام تحقیق نرسیدن. یه مسئله خیلی جدی هم هست، یعنی واقعا که ما اینا رو مفروض گرفتیم که خب یه درسایی سو تو کتابا به ما دادن و ما خوندیم. اینایی که بر مبنای تئوری کریشن اعتراض میکنن، این اعتراضشون از این حیث اعتراض چشمگشاییست، اعتراض راهگشاییست که چه چیزهایی رو باید تو کتابا نوشت و یاد بچه ها داد و بر چه مبنایی. خب امروز علم دیگه چنان فرمان روای عام و کلی شده که گویا کسی این سوال رو دیگه نمیپرسه، میگن اینا قطعی شده و اینا دیگه علم زمانه است و همه باید یاد بگیرن. اما شما اگر به مبانی برید خب کار به این آسانی نیست. اتفاقا یکی از حرفایی که از قضا توی جامعه ما مطرحه و شنیدنیست به نظر من همینه که کتاب‌های درسی رو چجوری باید تدوین کرد. آیا ما هر چی که علوم گفتن باید تو کتاب‌های درسی بذاریم و یاد بچه‌ها بدیم؟ هر چی که مثلا تئوری تکامل رو همین طوری که گفته می‌شود و همه جا تدریس میشه باید تدریس کنیم؟ در علوم انسانی فعل مثل همین طوره، یا اینکه در آموزش و پرورش بالاخره باید یک تنوع و پلورالیزم پدید آورد؟ و این پلورالیزم خیلی مسئله مشکلی هم هست، خیلی مسئله مشکلی است. من یه وقتا که فکر میکنم به این مشکلات یک حکومت دینی واقعا انصاف میدم که این آب رو از سرچشمه ها چگونه باید زلال کرد.
غزالی در نوشته‌های خودش میگوید که به نوآموزان وقتی که درس میدید، این تز مال 900 سال پیش مال غزالی، وقتی به نوآموزان میخواید درس بدید هیچ وقت اختلاف نظرها رو در میان نیاورید، چون گیج میشه بچه. یه خط رو پیش بگیرید، یادش بدید، بذارید بالغ بشه، بزرگتر بشه، اون وقت با اختلاف آرا آشنا بشه. حالا ما نوآموزانمون که دبستانی باشن، حتی دبیرستانی باشن، این کارو باید بکنیم، یه خط رو پیش بگیریم. تازه علوم طبیعی تجربی وضعشون نسبتاً روشن‌تره، نسبتاً. علوم دیگه که جزء علوم انسانی به اصطلاح و علوم چرکتاب به قول مرحوم دکتر شهیدی اونا محسوب میشن، که یک کمی شلوغ‌تر هم هستن به لحاظ تجربی، پایه‌ای به استحکام فیزیک و شیمی و ترمودینامیک ندارن، با اونا چی کار بکنیم؟ کدوم تئوری ها رو درس بدیم؟ بچه ها رو با کدوم ها آشنا کنیم؟ مسائل خیلی دشواریست اینا. خود تاریخ به نظر من یکی از اون حساس‌ترین نمونه هاست، که من این رو در نوشته های خودم هم خطاب به علمای قوم گفتم، شما اگر میخواد یه علمی رو دینی بکنید، اول بدین علم تاریخ رو تکلیفش رو برای ما معین بکنید، ما ببینیم اینو چی کارش میتونیم بکنیم. خب ببینید، علم جدید وقتی که خصوصا وارد تاریخ میشه میخواد 100% سکولار باشه. یعنی چی سکولار باشه؟ یعنی کاری به دست خدا در تاریخ نداره، کاری به معجزات نداره در تاریخ، تحلیل های ماوراء طبیعی رو کنار میگذاره. اتفاقا این کاریست که ابن خلدون کرد. اون نوبت براتون عرض کردم، ابن خلدون اگر یک کار مهم کرد که نامدار شد همین بود. این رو کمتر کسی میگه. من با یکی از نویسندگان عرب که راجب ابن خلدون کتابی داره، راجع به همین باید صحبت میکردم، گفتم شما فکر نمیکنی ابن خلدون کار اصلی سکولاریزاشن تاریخ بود؟ گفت من به این نکته توجه نداشتم و من این رو حتما بعدا وارد کتابم میکنم. ملاحظه کنید کار اصلی اون این بود که تاریخ رو نه با معجزات، نه با ماوراء طبیعت، نه با دستان نامرئی الهی، با اینا تحلیل نکنه. حتی شما وقتی میبینید بحث این که پیامبر اومد چطور حرفاش تو عربا گرفت، چطوری اینا دوام پیدا که همه اینا رو بر مبنای عصبیت قبیلگی و یعنی همین نیروهای اجتماعی و امور محسوس و ملموس تبیین میکنه، نه بر اساس چیزهای دیگه. اون دفعه به شما گفتم که یکی از روحانیون به اون استاد جامعه شناسی گفته بود شما همه تحلیلات راجع به انقلاب اسلامی ایران درست، ولی انقلاب ما الهی بود. یعنی اینا رو بریز دور، این حرفا رو. انقلاب ما الهی بود یعنی من با یه دست نامرئی میخوام تحلیلش بکنم، که خب این دست نامرئی رو شما ممکنه ببینید، بنده ممکنه نبینم، اون بصیرت شما رو نداشته باشم. بعدش هم دیگه تحلیلا هر کی میشه. شما اگر اون دست نامرئی رو دیدی یک چیزی میگی، بنده که ندیدم چیز دیگری میگم. علم تاریخ رو ما بر چه مبنا به بچه‌ها یاد بدیم و تو کتابا بنویسیم؟ این اختلاف نظر مورخان رو عرض نمی کنم، اما مورخان اختلاف نظر دارن همیشه، همچنان که علمای هر علمی با هم اختلاف نظر دارن. ولی از اونجایی که تاریخ تبدیل می شود به یه علمی که نمی خواد سکولار باشه، یعنی می خواد تحلیل های ماورایی رو وارد کنه، همین چیزهایی که در کتاب های تاریخ دبستانی و دبیرستانی ما می نویسن، انقلاب اسلامی رو یه جوری دیگه معنا میکنن، نمیدونم تاریخ پیغمبر رو یه جوری دیگه معنا میکنن، قرآن رو یک جوری دیگری، سنت رو یک جوری، یعنی تو تمام اینجاها میگن مثل که خداوند اونجا ایستاده و خودش داره کارا رو زیر و رو میکنه. من یه بار از قول فخر رازی نوشته بودم یه نکته ای رو. فخر رازی از مفسرین و متکلمین بزرگ اهل سنت و ایرانی و فوق العاده نابغه درجه اول. حقیقتاً آیه تو قرآن هست که نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن رو نازل کردیم و ما هم حافظ او هستیم. خب ببینید، ذهن ماوراء طبیعتگرای عموم دینداران این آیه رو اینجوری معنا میکرد که خدا مثل اینکه چهار چشمی وایساده،
ما نازل کردیم، ما هم حافظشیم، پروتکتور این هستیم. یعنی وایساده چارچشمی نگاه میکنه، اگر من اومدم فضولی کنم، دیگری آمد فضولی کنه، قرآن رو کم کنه، زیاد کنه، جلوشو میگیره، یا میکشتش، یا دستشو قطع میکنه، یا منصرفش میکنه. فخر رازی یه عالمی است که فیلسوف متکلمه، ولی ذهن تجربی هم داره. یک نکته خیلی جالب اونجا داره، میگه اینقدر حفاظ قرآن فراوان شدن، حافظان قرآن، که اصلا دیگه نمیشد این قرآن تحریف بشه. یعنی همه میدونستن، منم اگر میمدم یه آیه باطلی دروغی از خودم اختراع میکردم، حفاظ قرآن جلو منه میگرفتن، میگفتن این نبوده، همچه چیزی تو قرآن نبوده، تو از کجا این آوردی؟ بعدم صریحا میگه راه حفظ قرآن همین بود، این که خدا میگه ما حفظش کردیم، نه اینکه یه ملائکه‌ای رو فرستادیم اونجا که قرآن رو نگهداری بکنن، از دست سارقان بیرون بیاورن. باور میکنی این حرف به مذاق خیلی ها خوش نیامده بود؟ این همون ذهنیت معجزاتی اعجازگراست در عالم، که نمیخواد علل و عوامل طبیعی تاریخی رو در کار ببینه. همیشه فکر میکنه over and above all this you have got an invisible hand که میاد و چیزها رو پس و پیش میکنه، ملائکه رو خداوند میفرست. نه، به همین شیوه هاست. من یادم اولین باری که جرقه این حرف در من بیدار شد، یعنی من تکون خوردم نسبت به این، من خیلی جوان بودم، بگم هنوز دانشگاه هم نرفته بودم، یکی از کتابای مرحوم آقای بازرگان رو میخوندم. خب بازرگان ذهن تجربی داشت که بعداً هم متهمش کردن که پوزیتیویسته، و من یک مقاله مفصلی در دفاع از آقای بازرگان نوشتم تحت عنوان بازرگان پوزیتیویست کوشن مارک، و اونجا کاملا توضیح دادم که به هیچ وجه اینطوری نیست. ذهن علمی داشته، نه هر کی ذهن علمی تجربی داره پوزیتیویسته. بگذاریم از اینکه بسیار از این کسانی که میگفتن ایشون پوزیتیویست، اصلا به نظر من درست معنی پوزیتیویست با اینا رو هم نمیدونستن چیه. یه چیزی شده در جوامع دینی گاهی به منزله یه دشنامی مثل لیبرال و مثل چی اینا، این رو هم خرج میکنن. ایشون در اون کتاب نوشته بود آره یه روایتی است که هر کی خوش خلق باشه رزقش زیاد میشه. آره این روایتی هست. ببینید ذهن عادی آدم میگه خب یعنی خدا با اوه و رزق بیشتر به او میرسونه و از یه راه‌های خاصی و دست‌های نامرئی. ایشون خیلی ساده گفت آدم خوش خلق، میگفتن آدم چیز خوش معامله شریک مال مردم، کسی که خوش خلق، اگه کاسبه خب مشتری بر او بیشتر میجوشد، رزقش بیشتر میشه. به همین سادگی، و واقعا هم همینطوره. یعنی اینا رو همه رو یک جور دیگه ای معنا کردن که خاص ذهن‌هاییست که علمی و تجربی تربیت نشدن. اینا چیزهاییست که وقتی شما بهشون تحلیل ساده و معقول امر رو میگی یکه میخورن و فکر میکنن از دست اونا شما چیزی رو ستانده اید. اینطوری نیست. من در مقابل تئوری تکامل خب همین رو دیدم. خیلی ها فکر میکنن که این دنیا یه جورایی خیلی عجیب و غریبی آفریده شده، آدمیان و حیوانات با یه دستهای نامرئی هدایت شدن و به اینجا رسیدن، علل و عوامل طبیعی ظاهرن کاری نبودن یا همه کاره نبودن. این همون دیدگاهی است که نمیذاره ما قصه رو درست ببینیم. ببینید خداوند در طبیعت با همین علل و عوامل کار میکنه، یه دست دیگری رو در میان نمی آورد. به تعبیری که من همیشه به کار میبرم میگم این نیروهای طبیعت دستکش خداوندن، خدا این دستکش کرده به دستش و توی اینا دستشو کرده و از طریق اونا داره کارهای خودش رو انجام میده. ولذا اگر کسی گفت که باران با علل و نیروهای طبیعی میبارد و اگر فیلمثل انسان به وجود اومده مغز ما پیچیده تر شده و چیزهای دیگه و چیزهای دیگه، اینا همه رو هم خدا کرده، همین علل کردن. منتها علوم چون ماتریالیستی هن به لحاظ روش، یعنی روی نیروهای طبیعی و مادی تکیه میکنن، این جنبش رو به ما میگن. حالا دیگه از این فراتر میتونیم بریم. بعضی ها فکر میکنن اصلاً نه که با نیروهای ماورای طبیعی سر و کار دارن، دوست دارن که اینا یه دخالت‌های گزاف و نابجا هم بکنن،
یا مسیر چیزهایی رو عوض بکنن. همین چیزهایی که مثلا میبینیم در جامعه خودمون، یه عده‌ای که تصورشون اینه که مثلا اقتصاد یه امر فرمانیه، شما فرمان بدید تورم بیاد پایین، فرمان بدید تورم بره بالا. یکی از دوستان خوب ما نقل میکرد، میگفت یکی از علما نشسته بود با یه تعداد اساتید اقتصاد، میگفت شما یه کاری بکنید که تورم به صفر برسه تا کسانی که میخوان قرض الحسنه بدن بتونن راحت قرض الحسنه بدن و این ارزش پول هم خیلی بالا پایین نره که اونا هم یه ثوابی ببرن. اینا همون تصورات غیر تجربی، غیر علمی از علم است، از جامعه است. من هر وقت این چیزا رو میشنوم هم یاد خشایارشا میافتم که در احوالش نوشتن که وقتی رب خلیج فارس رسید و میخواست عبور کنه، امواج چنون بلند شده بودن که دید کشتی رو با تازیانه به امواج میکوفت، برای اینکه اینها رو تنبیه کنه و اینا به سر جای خودشون. این امواجی که تو جامعه برمیخیزن که هر کدوم در اقتصاد، در روابط انسانی، در بازار، در سیاست و هر جا، اینا رو با تازیانه نمیشه فرو نشاند. هرچرا که با علتی پدید آمده، با علتی در مقابل او شماید فرو بنشانید، نه اینکه فرمان بدهید، دستور بدهید، منتظر یک نیروی ماورای طبیعی. و اینا هیچ کدوم نفی ماورای طبیعت نیست، اینا شناختن سرشت هر چیزیست و انتظار درست از چیزها داشتن. نوبت به تاریخ که میرسه، مخصوصاً قصه خیلی پیچیده میشه و همینجا هم هست که ما با قرآن، با متون مقدس، با اینا وقتی که سر و کار داریم به دشواری‌های خیلی زیادی برخورد می‌کنیم. شما ببینید مثلا ما در قرآن داریم که تعدادی از یهودیان اینها مسخ شدن و خوک و میمون شدن، قرده و خنازیر شدن. در قرآن آمده، یک سمیناری در آلمان بودم، یا آقای اومد این رو مطرح کرد و خیلی تشویش عظیمی هم اونجا افکند. یکی که خب پای یهودی ها در میون بود، یکی هم میگه خب اصلا کجای تاریخ نشون میده که یهودی ها جعلنا منهم قردتن و خنازیر، یه دشون میمون شدن، یه دشون خوک شدن اینها. و بعدم خب روایاتی داریم که بعضی از بنی امیه هم بعدن اینا هم تبدیل به مرمولک شدن، و در حکایات هست که جاهز جایی نشسته بود و یه مارمولکی اونجا ظاهر شد و کسی کشت، گفت یکی از بنی امیه رو کشتی. خب حالا شما ملاحظه کنید مشکلات پدید اومد دیگه. از همین جاها بود که تفسیر عقلی قرآن پا به ظهور نهاد، یعنی بی جهت نبود که مفسران از همون قرون اولیه دنبال این رفتن که این تعبیرات رو ما چگونه باید تفسیر بکنیم. برگردیم به تاریخ، اصلا معقول هست؟ عقل چیه؟ کجای تاریخ نشون میده که یه عده خوابیده بودن شب و صبح بلند شدن دیدن خوک شدن، میمون شدن، بوزینه شدن و امثال اینها، مثل اون قصه مسخ کافکا که طرف صبح بیدار شد و دید که یک حشره شده، جانور بزرگی شده. کجا همچه چیزی اتفاق افتاده؟ کدوم تاریخی رو نشون میده؟ خب اگر اینجوری بخواید برید جلو، بعد میگن کدوم تاریخ نشون میده که دریای نیل شکافته شده؟ کدوم تاریخ نشان میدهد که عیسی بر صلیب رفته؟ مسیحی‌ها این رو میگن، ولی یهودی‌ها که قائل نیست، ببخشید مسلمان‌ها که قائل نیستن، خب مسلمان‌ها میگن که نه، بر صلیب نرفته. و این خیلی مسئله عجیبی است، برای اینکه برای مسیحی‌ها این یک حرف متواتره و متواترات تاریخی یقین آورن، ولی مسلمان ها زیر این متواتر زدن و میگن اون چرا که شما یقین به وقوعش دارید. من یه باری با یه مسیحی صحبت میکردم، گفتن حالا واقعا یقینیه که عیسی بر دار رفته؟ گفت آقا این سوال شما مثل شک که در امپراتوری و در تمدن رومه. خب رومی ها بودن و آدم بیاد اونا رو منکر بشه، چه جوابی به اونها میشه داد؟ ما یه همچه حرفایی میزنیم، یعنی یادتون باشه. به هر حال اینا داوری هاش همه بر مبنای کتاب مقدسه، یعنی تاریخ غیر سکولاره. این تاریخ اگر سکولار بشه، خیلی از اینا مورد بحث قرار میگیره، مورد انکار قرار میگیره، مورد تجدید نظر قرار میگیره. و به این دلیله که حقیقتش این هستش که چون بحث ما دوائی و موانع دینداری در جهان مدرنه، من میخوام توجه شما رو جلب کنم که اینا ریشه های مطلب است. وقتی که تاریخ رو شما سکولار کردید، یعنی عقلانی کردید، عقل یعنی تجربه پلاس برهان، عقل چیز دیگری نیست.
هرچی که میگیم عقلانی است، نه یعنی به عقل من خوش آمده، یعنی یا تجربی است یا برهان رو تایید کرده. به همین دلیل هم رشنال معنا کردن سکولاریزاسیون چیز درست نیست، منوط مشروط به اینکه بدونیم رشنالیتی معناش چیه. خب ببینید، در جهان معاصر که ما زندگی میکنیم، علوم طبیعی تجربی رو به سکولار بودن میپذیریم، اما علوم انسانی وقتی که پای سیاست میاد، پای اقتصاد میاد، پای تاریخ میاد، اینا هنوز مشکل آفرینن و هنوز برای دینداران محل تردید و تأملن که آیا اینا 100% سکولار شدنی هستن یا نیستن، و اگر شدند اونگاه برای دیندار آیا مانعی پدید میآورن یا نمیآورن. دوران جدید دوران طرد این علوم نیست، دوران طرد دیانت هم نیست. این مال دوران پوزیتیویسم بود که میگفتن که وقتی که این یافته های علمی پدید اومد، پاره از حرفای دینی میره کنار. دوران جدید دوران دیالوگ این علوم با دیانت است. یعنی حقیقتش این است که مثل اینکه دو تا اتوریته دارن با یکدیگر سخن میگن، نزاع میکنن، چالش میکنن، و این چالش یک چالش تاریخی است. نه، از 4 قرن پیش راه افتاده و تا امروز هم جاری است، تا ببینیم که آینده مطلب به کجا منتهی می شود. اما این مقدار رو ما میتونیم بپذیریم از کسانی که تز سکولاریزاسیون داشتن، که علوم به طرف سکولار شدن متمایل شدن و پیشرفت بزرگی هم در این راه کردن و داوری برای صحت و سخم آراء و نظریات دینی شدند. اونهایی که قائلن که جهان دی سکولاریزیشن داره پیدا میکنه، مثل اون استاد دانشگاه باستون، اینا در علوم حرفی نمیدن، میگن نیرو و قوت تازه‌ای داره پیدا میکنه، داره سر بر میآورد به منزله یک پولیتیکال فنومنان. خیلی خوب، این درسته. خوب یا بد، به منزله یک پدیده، یک هویت تازه‌ای، ادیانی که فروکوفته شده بودن دارن سر بر میآورن. ولی هیچ وقت اینا رو شما معنای دی سکولاریزیشن آف ساینس نگیرید. دی سکولاریزیشن آف پاور ممکن است، کمان که تا حدودی صورت گرفتم. دی سکولاریزیشن آف ساینس یا آف فلسفی، این هرگز صورت نگرفته و این چیزیست که ما روندش رو به طور مثبت و مشخص در طول تاریخ داریم میبینیم. ولذا در اون جهت سیر کردن و گام زدن به نظر من خلاف مسیر است، و یعنی خلاف مسیر حقیقت است و بار ما رو بار نخواهد کرد. دشواری ما در جهان جدید این نیست که با سکولار شدن علوم مبارزه بکنیم، وظیفه ما هم نیست، و تشخیص درست ما این است که اینها به راه خودشون دارن میرن و راه غلطی هم نیست. مشکل ما در اونجاییست که با پاور، با قدرت سر و کار داریم، که ببینیم درباره او چگونه باید بیندیشیم و او رو بر چه مسندی باید بنشانیم. سخن من به طور خلاصه در این باب تمام است. دوستان نظرهاشون رو بیان بفرمایند تا اینکه نوبت آتی بتوانیم بحث خودمون رو در جهت دیگری دنبال بکنیم. و السلام علیکم. خیلی ممنون. من دو تا سوال داشتم. یکیش این بود که وقتی پارادایم علمی عوض میشه، کدوم از این 4 تا ستون عوض میشه؟ دوم سوالم این بود که ما در مورد اون عالم دانشمند، عالم حالا نه که دینی یا غیر دینی، و اینکه تأثیرش در همون علم کجا هست، در پیش‌فرضاش خوب داره اتمام احساس کنیم و در پیش‌فرضاش تو تغییر میده در علمی که ایجاد میکنه. مثلا در علم روانشناسی مثلا ما میبینیم یکی فروید که میاد آنالیزش رو بر اساس مثلا لذت ایجاد میکنه، در برابرش شاگردش ویکتور فرانکل میاد یه معنا درمانی ایجاد میکنه که انسان رو و آنالیز رفتاریش رو بر اساس معنا چیز میکنه. این دوتا در حال که هر دوشون هم روششون علمیه، کاملا هم
بر اساس تجربه، ولی نتیجه که دارم احساس میکنه ایجاد میکنن دیفرنده بر اساس پیشفرزایی که دارم. و این آدم احساس میکنه تو علمی که الان هست این مقدار، این برای من جای چیزی که الان داور که قبول که تجربه است، ولی یه جایی هستش که تو پیشفرزایی این عوض میکنه. اینو خواستم که بیشتر بود. بله ببینید حرف خیلی زیاده در این باب. اولا وقتی پارادایم عوض میشه، خب حالا اونجا باید شما ببینید که فیلسوفان مختلف علم چی گفتن. اجمالا این است که پرسش ها عوض میشه. این رو خود تامس کون هم در نوشتهاش داره، میگه در درونی پارادایم یه پرسش هایی برای شما پدید نمیاد اساسا، و پارادایم وقتی که عوض میشه پرسش های دیگری میروید، که خب نکته خیلی اساسی هم هست. و علم هم همطور که میدونید با پرسش جلو میره، با مسئله جلو میره. اول منم تأکید کردم بر این مطلب، سوال ایجاد میشه، مسئله پدید میاد، بعد خب دنبال جواب میگردیم. جوابم بسیار خوب، هم تحت اشراف پیشفرض هاست و هم با بکار گرفتن روش در علوم تجربی، و البته بعدن هم تفسیر تجربه هاست که خود این تفسیر تجربه هم دوباره در پرتو اون پارادایم ها صورت میگیره. یعنی در اینجا پارادایم ها به هر حال نقش بزرگی دارن. اگر همه چیز رو ما به دست پارادایم به اصطلاح بسپریم، یه نسبی گرایی بدی پدید میاد که خود آقای تامس کون هم تا آخر عمرش میکوشید که این نسبی گرایی رو از خودش بتکاند و زیر بار نره. البته نتونست، یعنی به همین دلیل هم بعدی ها که آمدن و در علم و فلسفه علم سخن میگن، یه نوسیونی از پارادایم رو نگه داشتن، اما به اون محکمی و تیقنی که او ازش سخن میگفت دیگه سخن نمیگن. به هر حال ببینید داور نهایی همونه که گفتیم، اما در درون علم اختلاف نظر پدید میاد و این اختلاف نظر قابل رفع هم نیست، یعنی در یه مواردی قابل رفع نیست و این پذیرفته است. در هر علم اینطوره، حتی نقلی هم اگر باشه لازم نیست علم تجربی باشه، بالاخره یه درجه از اختلاف آرا باقی میمونه. اما مهمترین چیزی که در پارادایم ها پیش میاد، یعنی در تغییر پارادایمی که تغییر پرسش هاست، که تغییر پیشفرض هست. اما در مورد مطلب دومتون ببینید، اینکه مکاتب مختلف وجود داره، تا ما تحلیلمون از این مسئله چی باشه، باز این از جنس اختلاف نظر هاست. اولا علوم انسانی خب پای تجربه در اونجا نسبتاً لنگه، یعنی به اون دقت و وسواسی که ما در علوم طبیعی تجربی داریم، مثلا در شیمی فیلمسل یا در فیزیک، خب اونجا به این دقت نیست. به همین دلیلی که معمولاً علوم انسانی رو و تاریخ رو میبرن اون ته طیف، یعنی در قله این علوم فیزیکی قرار دارن و اون آخرای کار در اون پایین این علوم قرار دارن، که خب همینطور هم هست، موازین برای خودشون دارن، اما موازینشون به استحکام این علوم طبیعی تجربی نیست، مدل دیگری هست. این نکته اول. نکته دوم این که خب گفتم تا شما اینا رو چجوری بنگرید. تامس کون میدونید دیگه، اون قائل است به این که علوم به هر حال یه دوران پیش از نرمال دارن و بعد یه دوران نرمال پیدا میکنن. دوران پیش از نرمالشون وقتی است که انواع اقوال و آراء پراکنده وجود داره و هنوز معلوم نیست چی به چیه و کی به کیه. بازم میگم و البته مثالهاش از علوم طبیعی تجربی، شما مثلا به قرن 19 هم شیمی مراجعه کنید، انقدر مکتبای مختلف وجود داره، مخصوصا که تئوری اتمی هم هنوز نیامده و پا نگرفته، یه جنگلیست. همینطوری گیاهان خودرو از این سو اون سو بر اساس مفاهیم مختلف اینا چیزها رو تبیین میکنن، تا رفته رفته این جنگل از حالت پری نورمال به حالت نورمال در میاد. یعنی این جنگل خودرو خورد خود تبدیل به یه باغچه میشه که آدم دیگه میدونه چی کجاست. و بنابراین این روییدن اندیشه های مختلف در یه علم همیشه دلالت بر این ندارد که علوم تازه پا به وجود نهاده اند یا حتی خیر در این است.
میتونه علامت طفولیت یک علم باشه، میتونه علامت نوجوانیش باشه، دوران پری نرمال باشه که داره میره که نرمال بشه و این تفرق ها، این دایورجنس ها کم کم کانورج کنن، به طرف هم بیان، متقارب بشن. یک چنین چیزیست. تا شما چجوری اینها رو ببینید، گاهی هم ممکنه بعضی شکاف ها همچنان بمانن، یعنی حلم نشن دیگه، ما نمیتونیم هم پیشا پیش در موردشون داوری کنیم، اما بالاخره رسمش همینه دیگه، کارش نمیشه کرد. نتیجه که من میخوام بگیرم اینه که نحوه نگاه ما به اینا چی باشه و نحوه سرشت علم رو در چه بدانیم. ببینید، ما وقتی که میگیم روانکاوی، گاهی بعضیا به چیزای مختلف میگن روانکاوی، یا وقتی میگیم روانشناسی، اگه به چیزای مختلف بگیم، اون وقت اینا در واقع علمای مختلفن که ما زیر یه نام آوردیم و به همین دلیل ممکنه این تفرقه هرگز هم حل نشه. کمان که تو فلسفه دقیقاً اینطوره، اونجایی که من آشناترم به چیزای مختلف میگن فلسفه. یعنی شما اگه فلسفه ملا صدر رو مثلا با فلسفه هگل، با فلسفه کانت، با فلسفه هایدگر، اینا اصلاً چند تا چیز مختلفن، تقریباً هیچ چیز مشترکی ندارن. مشترکشون اینه که نه علمن، یعنی هیچ کدوم علم نیستن، علم تجربه نیستن، اما نه اینکه هر چیزی علم تجربه نبود لزوما فلسفه است. بنابراین اختلاف فلاسفه باقی میمونه، برای اینکه اینا هر کدوم یه مکتبن برای خودشون. نمیشه گفتش که توی فلسفه چند تا علم پدید اومد، نه، اینا اصلا چند تا علمن، حالا به چه جهتی سهوًا اسم واحدی پیدا کردن. گاهی میشه که در این علوم انسانی حقیقتاً دو سه چیزن و یک اسم دارن. من خلاصه حرفم این استش که شما حتی اگر یک نظر اقتصادی فی المثل در درون متون علمی پیدا کردی، این نمیشه علم اقتصاد اسلامی، برای اینکه علم اقتصاد خب تعریف مشخصی داره. این میشه یه نظریه‌ای در درون اقتصاد که تازه اونم باید به محک تجربه و ریاضیات بخوره. این همون اشتباهی است که یه عده‌ای فکر میکنه اگه ما یه چیزایی اونجا گیر آوردیم شد یه علم تازه. نه، اینطور نیست. آقای دکتر ببخشید، شما راجع به قرآن فرمودین، میتونیم بگیم قرآن هم نظم هم نثره، یعنی کم کتابی هست که هم چیزی در دنیا باشه، برای میتونیم بگیم یه داوری برهانه، ولی از اون طرف شما خودتون میدونین در قرآن معجزه ریاضیات چیزی که کشف شده مدت هاست که واقعا خیلی جالب بود برای من. میتونیم بگیم این ریاضیاتش یک داوری علمیه؟ اینکه قرآن هم نظم هم نثره، من قبول دارم، درسته. دیگران هم گفتن، خب کتاب گلستان هم همینطوره، هم نظم هم نثره، یعنی اصلا اون چیزی که بهش نثر مسجع میگن در زبان فارسی و در زبان عربی هر دوتا، یعنی شما یه نثری مینویسید که قافیه داره، سجع هم داره، موزون هم هست، در این حال مثل شعر مثلا دو تا نیم بیت نیست که کنار هم نهاده باشن. بله، این فراوان. قرآن هم خب بسیاری از آیاتش سجع داره، حالا مفسرین به سجع قرآنی نمیگفتن، سجع بودن فاصله، ولی همونه. خیلی از آیات موزونه، خیلی زیباست، بلیغه، در اینش بحثی نیست. اما مطلب بعدی شما رو من درست در نیافتم، این که در قرآن معجزه ریاضی است. من اول اینجا این رو روشن بکنم، من اصلا با معجزه مخالفتی ندارم، معجزه کاملا میتواند وقوع پیدا بکنه، باهاش علم نمیشه ساخت. من حرفم اینه، توجه میکنید، با معجزه علم نمیشه درست کرد، نه علم تاریخ، نه علم فیزیک، نه علم ریاضی، هیچ کدوم. اما در این که یه حوادثی ممکنه غیر قابل تحلیل با این علومی باشن که ما میدونیم، خب شاید هم رخ بدن. یعنی ما اقلش اینه که دلیلی نداریم که اینا رخ نمیدن. حتی یکی از فیلسوفان بزرگ، یعنی جناب دیوید هیوم، که خب آتئیست بود البته، این مخالف معجزه نبود، میگفت ریپورت هایی که، گزارش هایی که از معجزات به ما میدن مشکوکه، برای اینکه این چیزای عجیب و غریب و معمولا آدمایی که عقل درستی ندارن قبول میکنن، بنابراین میان نقل میکنن. یعنی میان میگن مثلا من داشتم میومدم دیدم یه کسی روی هوا داره همینطور راه میره مثلا. خب یه نفری که اینا رو میگه، اگه چند بار از این حرفا زد، شما اصلا تو عقل شک میکنین که این چیه اینجوری میگه.
اما در این که خب ممکنه یه چیزی هم به نحو عجیب، یعنی از طریق غیر این مسیر طبیعتی که ما میشناسیم اتفاق بیفته، جای مشکلی به نظر من نداره، یعنی ما دلیلی بر ردش و تردش نداریم. اما با اینا علم نمیشه ساخت و قانون نمیشه از تو اینا در آورد، چون علم مبتنی بر قوانینه، اونم قوانین تجربه پذیر. خب اینا که اینچنین نیستن. اما اون که در قرآن اون معجزه ریاضی وجود داره، حالا وجود داره یا نداره من خبر ندارم، یعنی من خیلی داوری روشنی در اون باب ندارم. سخنانی گفتند که برای من چندان قابل قبول نبوده است، میتواند باشد میتواند نباشد، خیلی من اکنون در اون باره قضاوتی نمی کنم. آقای دکتر، میشه گفت که در این ذهنیت علمی و تجربیات علمی که باید در جامعه علمی حضور داشته باشم تا بتونن مورد قبول قرار بگیرن، یکی از خاصیت‌هاش میتونه این باشه که همون میتونه باعث این بشه که اون کانتراریان آیدی ها به وجود بیاد و در حقیقت اون انتای تیسز اون تیسز ها به وجود بیاد و به تکامل این تجربیات بتونه کمک کنه. بله، من ممکن نیستم برای این چیزی که اتفاق میفته، یعنی قوام علم به همین اختلاف نظر هاست و اتفاقا میفته و خوبم هست که برقرار باشه. ما هیچ بهانه‌ای نباید بتراشیم برای اینکه جلوی اظهار نظر معقول رو بگیریم تا وقتی که مدلل بشه یا وقتی که برافتد. اینا همه به نفع ماست و تا کنون هم ظاهرا این چنین بوده. حالا این هم میتونه در علم باشه، هم میتونه در فلسفه باشه، در همه جا باشه. این البته مسئولیت شناسی عالمان رو نفی نمی کنه، یعنی درسته که سخنی که من میگم باید بیاد و بعد تکلیفش توسط عالمان معلوم بشه، ولی خود منم باید حواسم جمع باشه هر حرفی رو نزنم و هر کسی، یعنی هر عالمی هر فیلسوفی. این نکته ایست، یعنی ما علاوه بر علم خب اخلاق هم داریم. علم که با علم تنها که جامعه نمیچرخه، یعنی خود این علم میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، میتونه از توش بمب و موشک بیاد بیرون و هزار چیز دیگه. من اگه یه علمی پیدا کنم که بتونم ذهن شما رو بخونم، وقت دیگه شما ایمنی ندارید دیگه، ما تو جامعه ایمنی نداریم. یعنی یادمون نره حالا ما صحبت از علم میکنیم، یا فکر نکنید که با علم میشه بهشت بنا کرد، نه، خیلی چیزهای دیگه این وسط باید باشه تا اینکه ما بتونیم یه زندگی انسانی و حالا نیمه بهشتی تو این عالم داشته باشیم. فنون مختلف هست، خود دین هست در اینجا که میتونه جلوی خیلی گستاخی های علم رو بگیره، اخلاق هست و تجربه های معنوی، هنر هست، اینا همشون تو جامعه باید جریان داشته باشن. یک شاخه اگر بخواد جاری باشه، حاکم و مسلط و غالب باشه، البته ما ها زیان خواهیم کرد. خب مارکسیسم یا کمونیسم اینا یه همچی فکرهایی داشتن دیگه، فکر میکردن با علم تنها همه چیز درست میکنن، دین رو که کنار میزنن، هنر رو هم به وجود میارن و اخلاق رو هم به وجود میارن. خب معلوم بود که بیراه رفتن دیگه. بله، اون علمشون هم آخه علم نبود، یعنی یه تاریخی درست کردن، برای یه مبنای این تاریخ رو ساختن و چنون ایدئولوژیکش کردن که دیگه جواب نمیداد، یعنی از توش یک حرفای خیلی عجیب و غریبی بیرون کشیدن که بعدا خودشون هم اونا رو کنار گذاشتن. ممنون آقای دکتر از صحبتاتون. یه مطلبی که هست، من می‌خواستم ببینم که این کدوم یکی از این دو مسئله با فطرت انسان هارمونی داره، یعنی اینی که ما بخوایم که تکیه کنیم داور رو تجربه و علم مبنا بگیریم و یا اینکه تکیه کنیم به اون اعتقادات یا تکیه زدن بر اصول مبنای مابعد طبیعه. یه مسئله دیگه هم که اگه اجازه بدین، اینی که پس پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، میخواستم از این منظر ما رو روشن کنیم. ممنون میشه. اما در مورد سخن نخستتون،
اولا این مفهوم فطرت یه مفهوم چی ارز کنم جیوسانیست، یعنی خیلی ثبات و قوامی نداره. دست کم من خیلی به جانم ننشسته، یعنی اونقدر اشکال داره این مفهوم، خیلی سخت میشه ازش دفاع کرد و بر او چیزی رو بنا کرد. توجه میکنید علل خصوص که به دست عوام الناس هم افتاده. عوام الناس که میگم یعنی عوام الناسی که شبیه العلماء هستن، یعنی خودشون رو عالم هم میدونن، ولی هر چی میشه میگن این خلاف فطرته. تا یه مدتی گفتن موسیقی خلاف فطرته، نمیدونم اون یکی چیزی خلاف فطرت، و بعدش هم به قدری این فطرت روپوش پیدا میکنه به تعبیر مولانا، یعنی تو جوامع مختلف، جامعه های مختلف میپوشه و رسوبات مختلف داره که حقیقتا معلوم نیست که چی فطریه چی فطری نیست. هرچه که به نظر افراد بدیهی میاد میگن این فطریه، در حالی که این بدیهیات هم خب جا عوض میکنه. در این جامعه یه چیزهایی فطری محسوب میشه یا بدیهی محسوب میشه، در جوامع دیگر چیزهای دیگه. خیلی مسئله مشکوکی است. علی حال من فکر نمیکنم بر فطرت چیزی رو باید بنا نهاد، اما مسئله اینه که اصلا این سوالی که شما میفرمایید ضرورتی نداره که ما پای فطرت رو به میان بکشیم. ببینید ما یه سوالایی داریم که اینو فقط تجربه میتونه جواب بده. بحث این نیست که فطرت اینجا چی میگه. شما وقتی که مثلا میخواد ببینید وزن فلان چیز چقدره، خب این به ماوراء طبیعت کاری نداره، شما باید ترازو داشته باشید اینو وزن کنید. وقتی میخواد که طولش چقدره و خیلی سوالا، اینا که حالا ساده هاشه من عرض میکنم، مسئله فطرت نیست. اینجا جز رجوع به تجربه و به ابزرویشن کار بر نمیاد، باید این کار رو ما بکنیم و هر چیزی از این قبیل. یا مثلا در مورد بیماری، خب وقتی شما میخواد ببینید این بیمار چشه، به هر صورت خب باید تجربه بکنید، خونش رو آزمایش بکنید، ادرارش رو و معاینه کنه طبیب و امثال اینا. پس ما نمیگیم فطرت ما اینو میگه، ما میگیم اصلا راه دیگری غیر از این وجود نداره و این پرسش ها پرسش هاییست که اگر بنا بشه به جوابش برسیم بعد از این راه بریم. اما یه پرسش های دیگه ای ما داریم که تجربه جواب نمیده. ما بگیم تجربه چیست یا تجربه چرا علم آور و یقین آور است، اینو با خود تجربه نمیشه جواب داد. یا مثلا یونیفرمیتی آف نیچر، آیا طبیعت یکسان عمل میکنه یکسان عمل نمی کند، یا بسی چیزهای دیگه. یا در باب کل هستی اگر ما بخوایم سوال بکنیم، توجه میکنه راجع به ماهیت اشیا، اینا دیگه سوالای علمی نیست، اینا سوالای علمی نیست، اینا سوالهایی است که یک فن دیگری باید به اینا پاسخ بده. در اینجا پوزیتیویست ها البته اومدن وسط، میگن اگر چیزی تجربی نبود بی‌معنی است. خودشون رو خلاص کردن دیگه. این بحث مینینگفولنس و مینینگلسنس که در پوزیتیویست پدید اومد، این پوزیتیویست منطقی در واقع، لاجیکال پوزیتیویزم، همین بود دیگه. میگفتن ما بیایم جملات معنادار رو از بی‌معنا جدا کنیم. میگفتن اونچه که تجربه میتواند جوابش رو بده معناداره، اونچه که نمیتونه جواب بده، فکر نکن شما حرف خیلی مهم میزدین، اصلا بی‌معنی است. به همین دلیل میگفتن که بحث از اینکه خدا هست یا خدا نیست، هر دوتا سخنان بی‌معناست، یاوست در واقع. نه اینکه یه سوالاتی است که خیلی مهمه و ما هم نمیتونیم جوابش رو بدیم. اما خب این حرف رو خیلی از اونا نپذیرفتن و لذا فن دیگری متکفل پاسخ دادن به این سوالاته که نامش فن ما بعد طبیعه است، یعنی فلسفه الهی. که خب اونجا هم دیگه باید رفت و با میزان برهان باید کار کرد، باید دید که دلیل آوردن بر چه اساسی صورت میگیره و چگونه پذیرفتنیست یا ناپذیرفته. البته یه آقایی به نام کانت در آلمان در قرن 18 هم ظهور کرد، ایشون نگفت ما بعد طبیعه بی معناست، گفت که اونا هم یه سوالاتیست، اما خدا عقل ما رو برای رسیدن به جواب اونها نساخته، عقل ما نمیرسه به اونها. نه اینکه میگه خب با این سوالا شما خودتون رو سرگردان میکنید و تجربه 2000 ساله فلسفه نشون داده که همیشه ظلمت بوده، هیچ نوری در اینجا تابیده نشده، ولی لذا بهتر ما اصلا اونها رو رها کنیم و کنار بگذاریم و بریم به سراغ چیزایی که میتونیم جوابش رو پیدا بکنیم. این خب خیلی چیز مهمی است دیگه که آدم
بداند چه سوالی رو بپرسه چه سوالی رو نپرسه. ایشون معتقد بود این سوالا ناپرسیدنی است. اما مولانا که فرمودند که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، ایشون این رو در باب متکلمان معتزلی میگوید که متکلمان معتزلی که او میپندارد معتقد بودند که همه چیز رو میشه براشون استدلال کرد، مولانا میگه نه، در دین چیزایی هست که در اونجاها پای استدلال کار نمی کنه. و راست هم میگه، یعنی تجربه های وحیانی به اصطلاح، جایی که پای وحی میاد وسط، با استدلالات عقلی در اونجاها نمیشه پیش رفت. یا تجربه میکنی، چون تجربه دو جور داریم، یا تجربه حسی یا تجربه های معنویه، یا از طریق اون تجربه ها میرسید یا هم نمیرسید. اما اگر بخواد عقلتون رو در اینجا حاکم کنید و بگید عقل میگه اونا ناممکنه، اینجاست که پای استدلالیان چوبین بود. به تعبیر دیگه، حالا اینجوری بگیم، مطالبی که مطرح میشه از سه نوع خارج نیست، یا خرد پسنده، یا خرد گریزه، یا خرد ستیزه. یک حرفایی هست، کل حرفایی که تو این دنیا زده میشه، یا خرد پسنده، یعنی خرد جمعی هم اینجا منظور ماست، نه خرد فردی، میپسنده، قبول میکنه، یعنی با عقل به اصطلاح جور در میاد، اینا رو میگیم حرفای خرد پسند. یک رشته چیزا هست خرد ستیزه، یعنی اصلا ضد عقله، بازم ضد عقل جمعی، یعنی با عقل جور در نمیاد به اصطلاح. اما یک مقوله سومی وجود داره، نه خرد پسنده، نه خرد ستیزه، بلکه خرد گریزه، یعنی به چنگ عقل نمیفته، نه اینکه ضد عقله، عقل زورش نمیرسه که با اونها سر و کله بزنه و دست و پنجه نرم کنه و اونها رو رام خودش بکنه. یه چیزیست ورای عقل. ممکنه البته کسی بگه ما همچین مقوله‌ای نداریم، ولی حداقل از مقام تقسیم بندی منطقی این مقوله سوم هم وجود داره. خب از نظر عارفان ما، اونا اتفاقا همشون میگفتن ما توی اون منطقه خردگریز کار میکنیم، یعنی نه اونی که عقل فیلسوفان بپسنده، نه اونی که با عقل مخالفت و منافات مطلق داشته باشه، یه چیزیست که به چنگ عقل نمیفته و لیز میخوره میره بیرون، یا اصلا شما چیز نکنید، اصلا نرید بخواید اینا رو شکار کنید، به دام شما نمیفته. اونجا هاست که پای استدلالیان چوبین بود، یعنی یک سرزمینیست مثل یک جایی که یخ بسته، یخ بندون محکم، شما با هیچ کفشی نمیتونید روش را برید، هر چی پاتون میکنید میرید سر میخورید. اونجا رو میگیم چی؟ میگیم پای استدلالیان چوبین بود، یعنی سر میخورید، لیز میخورید. اما یک سرزمین هایی هست که خب خرد پسنی با پا میشه روش را رفت، یه جایی هم که پا رو میشکنه اصلا خرد ستیزه، اما یه جایی هست پا رو نمیشکنه، اما اصلا اجازه نمیده شما را برید، زمین میخورید، سر میخورید، پیش نمیتونید برید، یه همچه چیزیست. اون منطقه خردگریز همون منطقه تجربه های عرفانیست. خب با اجازه دوستان، خدا حافظ.